NCDS The Red Door. بریم ببینیم چه خبره. خب Red Door پنجمین قسمت از سری فیلم های NCDS هست. مطمئنم این فیلم ها رو میشناسید. دو قسمت اول این فیلم خیلی فیلم های خوبی بودن، ترسناک بودن، فیلم های حسابی جذابی هم بودن و حسابی تماشاگر ترسوندن. اما خب میدونید که فیلم های ترسناکی که یکی دو قسمت بتونن تماشاگر رو بترسونن، سازنده هاش جمع میشن پشت دوربین و یک دفعه شیرش اینجوری میکشن برای اینکه دیگه کلن از هر چی داستان و ترس و اینا توهی بشه. وضعیتی که سر Red Door هم اتفاق افتاده. داستان یکی چیه؟ اینکه پدر بعد از گذشت 10 سال از اتفاقات قسمت های قبل، پسرش رو میخواد ببره دانشگاه رشته هنر، به طور مشخص نقاشی، و اینکه خب رابطه پدر و پسری هم طبق معمول خرابه و اینکه تو اون دانشگاه یک دفعه یک سری اهریمن از سالهای گذشته سر کلهشون پیدا میشه و داستان همون داستان همیشگیه. شاید برای طرفدار این سریز خیلی تلخ باشه، ولی Red Door واقعا گاهی تبدیل میشه به یک فیلم کمدی. یعنی که از بس سکانس های ترسناکش اشتباه برنامه‌ریزی شده، اشتباه پایه‌گذاری میشه، کارکرد عکس پیدا میکنه و تبدیل میشه به یک موقعیت کمیک. فیلم برای که تماشاگرش رو بترسونه رو آورده به اون لحظات به اصطلاح بوم که یک دفعه با یک افکت خیلی بلند و گوشخراش سری دری پای جایی از یه جایی ظاهر میشه و تماشاگر یه دفعه باید اینجوری جامپ اسکر بکنه و بترسه. ولی خب این واقعا کلیشه‌ایه، یعنی هیچ خلاقیتی در Red Door وجود نداره که برای لحظه‌ای بتونه تماشاگر رو بترسونه. فیلمنامه در قرمز به طور مشخص فاجعه است، یعنی یک فیلمنامه نخراشیده عجیب و غریب صیقل داده نشده که تمام اتفاقات توش به صورت غیر منطقی رخ میده و اصلا بادی به هر جهته، یه جوری تردمیله و خیلی اینجوری گاهی میخندونه واقعا مخاطبو. اینکه پسر میره دانشگاه یک دفعه وارد زمین ناخودآگاهش میشه در 10 ثانیه واقعا چیزی نیست که این روزا مخاطب بتونه بپذیره. یعنی چی که گوشه میشینه چشاش اینجوری میبنده میره داخل رویا و از اون ور باباش هم توی رویا یکی یکی دنبال یکی افتاده و از اون ور اینجوری با قلمون میکشه واقعا بده. یعنی اینکه خب درسته فیلم ترسناکه، درسته قرار یک سری موقعیت فانتزی باشه، ولی نه تا این حد، نه تا این حد بد که شما یک دفعه بار روانشناسی بدید به این فیلم نامه. اینکه یکی گوشه میشینه چشاشو میبنده و به چنان عمقی میره که میتونه وارد رویاهای ترسناکش بشه، واقعا این شکلی کار نمیکنه دنیای پزشکی. یکی از بدترین شخصیت های فیلم همون دختری هست که توی کالج به شخصیت اصلی داستان اضافه میشه، واقعا بده. یعنی کاملا تحمیلی به فیلم نامه اضافه شد و خیلی آزاردهنده است. اینکه خب نمیترسه یک دفعه، فرض کنید شما خیلی شوخ و شنگول یه دفعه متوجه میشه که رو در و دیواری رو آسمون یکی داره خفت میکنه از یک عالم دیگه، یک بود دیگه، بعدش بلند میشه باز شوخی و مسخره بازی در میاری. ببینید بعضی چیزا منطقیه، خب منطق که نداشته باشه تماشاگر نمیترسه، تماشاگر از چیزی میترسه که واقعی و در این حال مجهول باشه، نه این مسخره بازی ها. مشکلات منطقی فیلم از یک جای اینقدر زیاد میشه که ما حتی نمیدونیم که فیلم داره با کی چی کار داره، یعنی اصلا با کی کار داره. یه سکانسی هست که داره نشون میده در واقع یک فلشبکی هست به گذشته، اینکه پدر خانواده حالا یک سری در واقع تسخیر شده و افتاده دنبال خانوادهش. این سکانس واقعا بده، یعنی اینکه ما نگاه میکنیم میگیم خب پدر افتاده دنبال بچهش، این چشه اصلا چرا بچه رو میخواد بزنه؟ خب تسخیر شدی، اوکی حالا شاید یه اتفاقاتی افتاده، حالا تو قسمت های قبل هم یه چیزی دیده بودیم، ولی خب چرا افتاده دنبال بچه؟ یعنی که مشکل چیه؟ و در آخر باید بگیم که واقعا خیلی بده که میبینیم سری فیلم های NCDS به این حال روز افتاده. فیلمی که واقعا یکی تو قسمت اولش واقعا ترسناک بود، واقعا تماشاگر رو میترسون و همین الان هم اگه اون فیلم ها رو نگاه کنیم واقعا فیلم های خوبی هم به عنوان یک فیلم ترسناک های فیلم ترسناک مدرن که خب خیلی کم پیش میاد که تماشاگر واقعا بترسونه، ولی دو قسمت اول واقعا فیلم های خوبی بودن. ولی خب این که فیلم در پنجمین قسمت از سر این که خب شما فیلم نامه نداشتید، ایده نداشتید، ولی خب یه پول قلمه دستتون دادن گفتن بیاید این فیلم رو بسازیم، یه سفره پهن و بسم الله گفتیم وسط، نتیجه کار نشه، فاجعه در اومده. فیلم خیلی بدیه، منطق نداره، به طور مشخص نمیترسونه. حتی اون معدود صحنه هایی هم که مثلا میخواد خیلی ماورای عمل کنه و بترسونه، گریم اون شخصیت منفی واقعا بده، اینقدر بده که شما میتونید ساعت ها بخندید، ساعت ها سوژه کنید و راجع به فرافکنی های روحی صحبت کنید. و متاسفانه فیلم واقعا فیلم بدیه. صحبت بیشتر در مورد قسمت پنجم سریز خیلی دیگه به نظر مجاز نیست و فیلم بدیه،
صحبت بیشتر در موردش باعث میشه که فیلم بهتری باشه یا فیلم بدتری باشه. به نظرم همینقدر که الان صحبت کردیم گفتیم که حال روز فیلم چه کافیه و خیلی متاسفم ولی واقعا از دیدن این فیلم هیچی نصیبتون نخواهد شد. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید و لطفا اگر از این ویدیو خوشتون اومد دکمه لایک رو بزنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید و اینکه به زودی میبینمتون و دم شما گرم.